سلام، من کلثومم و این عمل ولاگی که دارم از خودم میگیرم. من چند ماه پیش داشتم ویدیو میذاشتم توی یوتیوب از جایی که میرفتم، مسافرت هایی که میرفتم، ولی خودم توش نبودم یا خیلی کم یا اصلا صحبت نمی کردم. بعد یه به این نتیجه رسیدم که خیلی دوست دارم ولاگ بگیرم و خب قطعا برام سخت جلوی دوربین حرف زدن و اوایلش باید یه خورده تلاش کنم که بتونم راحت بشم، یه خورده بتونم راحت تر صحبت کنم و قطعا استرس توی ویدیو رو هم شما متوجه شدین، یه ذره آب میخورم. یه ذره آرایش کنیم، یه صدا آفتابی بزنیم و بریم بیرون. امیدوارم که ولاگ حداقل یه نم خوبی از آب در بیاد، چون خیلی ذوق دارم برای ولاگ، ولی خب خیلی زیادم استرس دارم. امیدوارم که همه چی خوب پیش بره. چی کره میزدم؟ صدا آفتابش رو دوست ندارم. امیدوارم که اسمش نیفتاده باشه توی ویدیو، چون خیلی از دادم و راضی بودم، فقط من ناراضی بودم و انگار که مشکل خودمه. دارم میرم سمت کاخ گلستان. بعدشم اگه وقت بشه 15 خرداد، اگه هم وقت نشد دیگه بازارشو نمیریم، پر میریم کاخ گلستان تنهایی. بریم بریم چه خبره. ورودی سمت کاخ گلستانی مال دوره صفویه و زمان شاه طماسب میشه. تخت مرمرشه. این قسمت بهش میگن ایوان تخت مرمر، که یه مراسمی به اسم مراسم سلام هم اینجا برگزار میشده. تو سال 1221 هجری قمری فتحعلی شاه به سنگ تراشای معروف اصفهانی دستور میده تا از سنگ مرمر زردی یه از تختی بسازه تا همیشه در وسط این ایوان باقی بمونه. این تخت از 65 قطعه مرمر بزرگ و کوچک تشکیل شده. معماری و تزئینات این ایوان در دوره فتحعلی شاه و ناصرالدین شاه تغییرات زیادی میکنه تا به این شکل امروزیش در میاد. این ایوان در دوره قاجار محل به تخت نشستن پادشاهان و برگزاری مراسمات رسمی بوده. آخرین مراسم رسمی هم که تو این ایوان برگزار شد تاجگذاری رضاخان بود که در سال 1304 شمسی برگزار شد.
قسمت بهش میگن تالار الماس، در قسمت جنوبی محوطه کاخ گلستان قرار داره. تالار الماس در زمان فتحعلی شاه شروع به ساختنش میکنن، ولی در زمان ناصرالدین شاه توی ظاهر و تزیینات اون تغییرات خیلی زیادی میدن. این بنا به خاطر آینه‌کاری‌های داخلی بهش الماس میگن. در زمان ناصرالدین شاه اغلب تاغنماهای این تالار مثل اکثر تاغنماهای دیگه کاخ گلستان به رومی تبدیل شده و دیوار داخلی تالار با انواع کاغذ دیواری های وارداتی که از اروپا آوردن می پوشونه. چون تالار الماس در زمان فتحعلی‌شاه بنا شده، پس آثار هنری هم که داخل این قسمت قرار دادن همون مخصوص دوران فتحعلی‌شاه. یه خورده اینجا نور کم بود، ولی خب پنجره‌هاش واقعا قشنگ بود. یه مکان دیدنی جذابه. شمس‌العماره اماره یا امارت خورشید از شاخص‌ترین و زیباترین بناهای کاخ گلستان. دلیل شاخص بودن اونم ارتفاع و تزیینات طراحی این بناه. ناصرالدین شاه با دیدن تصاویری از بناهای چند طبقه تو کشورهای اروپایی تصمیم میگیره بنای مرتفعی رو تو کاخ گلستان بسازه تا از بالای اون بتونه منظره شهر و اطراف کاخ گلستان رو تماشا کنه. ساخت شمس‌العماره 2 سال طول میکشه. در سال 1282 هجری قمری شروع به ساختش میکنن و تو سال 1284 تموم میشه ساخت این بنا. ساختمان این دو برج شمشکلن و کاشیکاری ها و پنجره سازی های این بنا به سبک ایرانیه، ولی تو معماری این بنا از سبک قدیم استفاده کرده. حوضخانه هم یه قسمتی از این کاخ گلستانه که تو این قسمت تابلوها یا آثار و هدایایی که از پادشاهان اروپایی به دربار قاجار هدیه دادن و تو این قسمت نگهداری کردن. قسمت تالار آج، این پایین همه باید پلاستیک بپوشن رو کفشاشون چون انگار که صدمه نبینه بنا، به خاطر همچین موضوعیه. حالا
تالار آل تو زمان ناصرالدین شاه محلی بوده که هدیه های پادشاهان و دولت های خارجی رو نگهداری می کنن. اما در زمان پهلوی محل پذیرایی و برپایی مهمانی های رسمی دربار بوده. به خاطر همین یه سری تغییرات درون این تالار به وجود میارن. قسمت هم تالار ظروفه که کلی هدیه هایی هستن که از سلاطین اروپایی به شاهان قاجار هدیه داده شده. از امارت موزه به این قسمت انتقال دادن و اینجا نگهداریشون میکنن که سرویس چینی و سنگ و گران قیمت و یه سری هدیه های خاص اون موقع.